آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ دینسان، ما که در کودکی رؤیای عوض کردن دنیا را داشتیم، نه تنها نتوانستیم دنیا را عوض کنیم، بلکه دنیا اساساً ما را عوض کرد. خلاص. سلام، من سامان اربابی هم، اینم پارازیت پنجاست. من کامبیز حسینی هستم. صورت مسئله ها پاک می شود، آرامش پس از طوفان بر خیابان های تهران حاکم می شود، زندان ها پر می شود، رهبر همه را دشمن می پندارد، رئیس جمهور با زور مشروعیت می طلبد، اعتراض فتنه نامیده می شود، آمار بیکاری بالا می رود، کروبی رفراندوم می خواهد، کلینتون ایران دیکتاتوری نظامی را دوست ندارد، اوباما با مشکلات داخلیش درگیر است و تا اسم ایران می آید یاد تحریم می افتد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحریم ها را دست کم نمی گیرد، امام جمعه ها یکی پس از دیگری به صحرای کربلا می زنند، دودره‌بازی و دروغ فرهنگ غالب سیاستمداران ایرانی می شود، سازندگی جایش را به تخریب می دهد، مردم هنوز برای شیر صف می ایستند، موش و لاک پشت و کرم به فضا فرستاده می شود، عملیات سلب آزادی از مردم با رمز حیدر حیدر آغاز می شود، ایران پشت قباله گروهی است که خدمت آقا با دستمال بهتری می رسند، گروهی خاص با عقایدی خاص‌تر راضی ترین افراد ایران زمینند و باقی مردم ناراضی ترین افراد این خاک از زمان کوروش کبیر تا کنون. اینک آخر زمان است شاید، اما به قول بیضایی همچنان
خورشید به آسمان و زمین روشنی می‌بخشد و در سپید دمان زیباست. ابرها باران به نرمی می‌بارند. دشت‌ها سبزند. گزندی نیست. شادی هست. دیگران راست. آنک البرز بلند است و سر به آسمان می‌ساید و ما در پای البرز ایستاده ایم و در برابر من دشمنانی از خون ما با لبخند زشت. و من مردمی را می‌شناسم که هنوز می‌گویند آرش باز خواهد گشت. اما در هفته‌ای که گذشت فیلمی از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد و در این فیلم بسیجی‌ها مشت محکمی بر دهان دروغگویان زدند، چرا که یکی در جایی از فیلم داد زد شخص رجب‌زاده رئیس پلیس وقت تهران دستور حمله رو داده و ما سریعاً به یاد سخنرانی آیت الله خامنه‌ای بعد از این واقعه افتادیم که گفت در کوی دانشگاه در اون شب معین قطعاً تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن. بله، از اون تاریخ تا امروز هم خب ماه‌ها گذشته و هنوز هیچ مجرمی معرفی نشده و البته آیت الله خامنه‌ای همون موقع گفته بودند که مسئله اصلی مسئله دیگری است. اون هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله بعضی انجام گرفت، اینا همه رو ندیده می‌گیرن. مسئله فرض کنید که حالا پلون حادثه رو، زندان کهریزک رو، یا قضیه کوه رو، قضیه اصلی این دوران قبل از انتخابات تا امروز قلمداد میکنن. این ظلمه، این خودش ظلم دیگه است. و خب یادمون نمیره که در حمله سال 78 به کوی دانشگاه هم عده‌ای متهم شدن، ولی الان نه تنها راست دارن میگردن بلکه پست و مقام هم گرفتن. حالا که اینو گفتیم اینم بگیم که سعید عسگر ضارب سعید حجاریان هم شد رئیس ایثارگران بسیج، که خب توضیحی در این باره نداریم که بدیم. ضد انقلاب های بدبخت بازی خورده فراری هم. اما آقای احمد خاتمی در هفته گذشته یه جورایی گفت که ماهواره داره نگاه میکنه و ماهوارش پارازیت هم نداره. 14 شبکه بین المللی تلویزیونی. چند تا؟ 14 شبکه بین المللی تلویزیونی. چند تا شد؟ 16 شبکه تلویزیونی بین المللی آمدند. اما و مکرو و مکر الله. و اما در هفته‌ای که گذشت آیت الله خامنه‌ای یک بار دیگر گفت یا با منید یا بر منید، و این وسط مسطا فصل خطابی در کار نیست. رفسنجانی کلن قبای سبز در آورد و گفت افراد ناآگاه همه مسئولیت ها رو گردن آقا میندازن و ما با خودمون گفتیم دیگه چه کاسه ای زیر نیم کاسه آقای هاشمی هست. خدا رحم کنه به ملت. جلایی پور گفت خیابونای آروم نشونه بهبود وضعیت نیست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز رو به عنوان یک مناسبت جهانی به رسمیت شناخت. مشایی وایسا کام بیس ها، مشایی هیچی این هفته نگفت. هیچی نگفت؟ نه خب دیگه نگفت، اگه چیز نگفت هیچی نگفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور سه شرط توبه، جبران خسارات و اصلاح مسیر گذشته رو پیش روی بازداشت شدگان قرار داد. ریگی که ریگی در کفش آقایان بود هم به طرز مشکوکی دستگیر شد و دو روزه اعتراف کرد و گفت آمریکا باطل است، ولایتش باطل است. چرا یه کسی که مایسی 1000 تومان میگیره
دولت میخواد ماهی 100,000 تا 50,000 20,000 تومان به کمک بکنه شما مانع میشید. آقای احمدی نژاد هم تشریف بردند بیرجند، استقبال وحشتناک خدایی از ایشون شد و محمود خان برای استادیومی که 63% خالی بود سخنرانی پرشوری کرد. گلشایان هستم، مدیر بهره برداری مجموعه تلکابین. این وسط تلکابینی در ایران 7 ساعت موند رو هوا و زمین و مدیر بهره برداری تلکابین که باید قاعدتاً مسئول تلکابین باشه گفت هوا بد بود، مردم خودشون سوار شدن به من چه؟ مردم خودشون واقعا بدونن که شرایط جوی اگر نامناسبه نیان. یعنی من میخوام عرض کنم که از صبح تمام بزرگوارایی که اومدن از تلکامین استفاده کردن واقعا به اصرار خودشون سوار شدن، ممکنه بازم اتفاق بیفته. پارازیت نمیخواد این آقا از نون خوردن بیفته، ولی آخه مرد حسابی، اینم شد استدلال. آخه ممکنه بازم اتفاق بیفته.